سلام بچه دکتر مونین، چطورید؟ خوش اومدید به یک ویدیو خیلی خفن. بالاخره یکی از این ویدیوهای موعود واسهتون گرفتیم، همون کیانه کنکوری، که یک خبر جالب اینه که دوتایی داریم این ویدیو رو رکورد میکنیم و به سوالای منتخبتون جواب میدیم. راجع به ویدیو ولاگ دانشگاه و یک روز از زندگی من، اینا رکورد شده، فقط قراره یه ادیت کوچولو بزنیم و بفرستیمش روی کانال، پس نگران نباشید و همه رو قراره واسهتون آپلود کنیم و همه چیز اوکیه. بدون معطلی بریم به سوالایی که شما از ما پرسیدید و دغدغه هاتون بوده جواب بدیم و ببینیم که چی به چیه. سلام بچه‌ها، من آیلین هستم. امروز همطور که محمد رضا بهتون گفت، دو تا یه ویدیو Q&A گرفتیم، سوالایی که شما توی پست کامیونیتی ازمون پرسیدین و سوالای مهم رو جمع کردیم. سوالایی که خیلی تکرار شده بودن، بچه‌های زیادی اونا رو پرسیده بودن، اونا رو جمع کردیم در قالب این ویدیو. همه سوالاتون رو جواب میدیم. یادتون نره که لایک، کامنت، سابسکرایب کنید و بازم هر سوال داشتید بپرسید و زیر همین ویدیو مثل همیشه همه کامنت ها رو جواب میدیم. من محمد رضا فدایی فرد هستم، دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران. بهت کمک میکنم که بهترین خودت داخل کنکور باشی. و من آیلین هستم، آیلین حاجی زاده، دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران. در تمام این ویدیو تمام تلاشم رو میکنم که یه سری اطلاعات مفید رو بهت بدم. آها، بدون معطلی دیگه لایک، کامنت، سابسکرایب رو دیگه زدید، بریم واسه ویدیو ببینیم چی به چیه. خب آها، حس اولیه چیه راجعه این که میخواییم بالاخره اولین ویدیو مشترکی اونو بدیم؟ بعد Q&A هم هست، سوال بچه هاست دیگه، داستان چیه بگویی کن. خیلی وقت بود که توی کامنت ها هم می نوشتن که یه ویدیوی دوتایی بدیم، ولی متاسفانه چون هنوز مشخص نیست که دانشگاه چه تایمی باز بشه، ترجیح دادیم که با ویدیو کال یه ویدیو همین روزا براتون بگیریم و خیلی خوشحالم که میتونم به یه سری از بچه های کنکوری کمک کنم و یه سری اطلاعات مفید در اختیارشون بذارم. عالی دیگه. آقا منم به شخصه دو تا سایت داره واسم قضیه، یکی این که میخوام ببینم سوالاتون چیه، چی از ما پرسیدید، و دومی این که خب اولین ویدیو مشترکمون یه کوچولو ممکنه قاطی پاتی شه همه چی، ولی خب بالاخره هر چیزی اولین بار داره. کلا دانشگاه هم که حضوریشه احتمالاً 99% ویدیو ها مشترکمون، 1% هم شاید مطالب مشاوره ای و تبلیغات و اینا باشه. دیگه وقت خیلی معطل نمی کنم، بریم اولین سوال رو میپرسم ازت. سوال اولی که میخوام بپرسم اینه که یه آقای مهدی محمدزاده گفته که راجع به رشته های تاب و بازارکارشون هم واسمون صحبت کنید. خب ما توی کنکور تجربی بچه سه تا رشته پرطرفدار داریم. یه لینکی براتون این بالا میاد راجع به همه موضوع رشته های پرطرفدار هستش و رشته هایی که بازار کارشون رو توی ویدیوها توضیح دادیم، میتونید از لینک بالا ببینید. حالا یه توضیح مختصر توی این ویدیو بهتون میگم. ببینید، سه تا رشته پرطرفدار توی کنکور تجربی داریم: پزشکی، دندون و دارو. پزشکی طولانی تر هسته، شما برای اینکه به پول برسین باید تخصصم بخونید و بعد به یه درآمد خوب میرسین، ولی دندون یه رشته ای هستش که درآمدش خیلی بهتره. یعنی شما اگه میخواین زودتر به پول برسین، دندون رو ترجیح بدین به پزشکی. و فرقی که پزشکی با دندون داره اینه که توی دندون شما اگر عمومی هم تموم کنین میتونین به درآمد خوب برسین، ولی توی پزشکی شما حتما باید تخصص رو بخونین که بتونین به یه درآمد و حقوق خوبی برسین. یه نکته راجع به پزشکی هم بگم که بازار کار پزشک عمومی به این صورتی که توی درمونگاه یا بیمارستون به صورت نیمه وقت میتونه کار پیدا کنه. و برای رشته داروسازی یه رشته پرهزینه هست، شما در صورتی میتونین به یه درآمد خوب توی داروسازی برسین که امتیازهای لازم داشته باشین که بتونید داروخونه تأسیس کنید، یا اینکه شما بتونید یک داروخونه رو از یه شخص دیگه خریداری کنید و یعنی امتیازش برای اون شخص باشه، ولی شما داروخونه رو خریداری کنید و درآمدتون به اون صورت از داروخونه باشه. خیلی کامل بود، من واقعا هیچ کامنتی نمیتونم روش بذارم، ولی بچه خودمونیشو بخواید بدونید اینه که اگر اینکه خیلی نمیخواید درس بخونید پزشکی نیاید. خیلی چیز خفنی نیست که فکر کنید الان من پول پارو کنم، حالا در 12 سال باید بدوید و کارهای دانشجویی رو کنید. خب بریم ببینیم. خب بریم سراغ سوال بعدی. یکی از بچه‌ها پرسیده که آره خیلی هیجان زدم ببینم سوال چیه.
یکی از بچه‌ها پرسیده که یه خاطره از دوران کنکور که به نظرت خیلی جالبه. یه خاطره از دوره کنکور که خیلی واسم جالبه، این تو سال کنکور اتفاق افتاده، رب دوره کنکور خیلی ندارم، چون آدم تو دوره کنکور که خیلی مثلا خاطرهای باحال ندارم، مثلا کسی از کتاب خوشش نمیاد که، ولی سال کنکور ما بودیم، خواستیم خودمونو مثلا خیلی تخلیه کنیم، زیادی کنجکاوی میکنیم تو مدرسه. بعد مدرسه ما قبل از این که علامه حلی باشه یه مدرسه دیگه بوده، اسمش نراقی بوده، شهید نراقی. بعد این خیلی قدیمیه، یک پناهگاهی داره، مثلا فرض کن 50 تا پله میخوره میره زیر زمین، مال دوران جنگه. بعد آها اصلا نمیدونم این ویدیو قرار پیگرد داشته باشه چی، ولی بالاخره میگمش. اینو ما مثلا فرض کنید 3-4 نفری میرفتیم تو این پناهگاهه، بعد اصلا تاریک، چراغا اصلا روشن نمیشدن، چون مال مثلا 30 سال پیش دوره جنگه، اینا اصلا چراغ مراغ روشن نمیشد. بعد ما 4 نفری، این یه دوراهی از اولش بود، 4 نفری دو گروه میشدیم، یه چیزی این ماز بود، هی میرفتیم و مثلا بچه ها گوشی آوردن مدرسه. آره آره دقیقا. بعد اینجوری بچه ها مثلا گوشی آوردن مدرسه، شما نیارید از این کارهای زشت نکنید، گوشی مدرسه نبرید، ولی بچه ها گوشی آوردن مدرسه، اینجوری با چراغ قوه مینداختن، یه چیزی مثلا شبیه اسلندرمن تور میشد. بعد یکی که از اون راه داد میزد، چون این راه ها مثل مازن به هم رب دارن، مثل ورود و خروجن، از اون داد میزد، قشنگ این فیلم ترساکه ما میترسیدیم و، ولی بعضی روزا یواشکی میرفتیم، قشنگ آدرنالینمون میزد بالا، چیز جالبی بود، من باش حال میکردم. خب بچه یه نکته هم راجع به این خاطره که گفت بهتون بگم، که سال کنکور کلن درست شما باید تو فاز درس باشین، ولی یه سری تفریحاتی هم داشته باشین، یه شلوغ بازی داشته باشین که بهتون حال بده. خب حالا بریم سراغ سال دوم که محمد رضا ازم میپرسه. آره سال دومو حالا من باید بپرسم. خانوم زهرا سعیدی پرسیده که سلام بهتون، تبریک میگم، آیا شرکت تو آزمون قلمچی تاثیر روی رتبه داره یا نه؟ خب جوابش خیلی واضحه، ولی خب دوست دارم که توضیحات بشنم ازت. مهمه، ببینید آزمون مهمترین چیزیه که شما باید تو سال کنکور حتما داشته باشین. شما وقتی آزمون میره این کار دقیقاً در میاد، تحلیل آزمون که میکنیم با اشکالایی که داریم روبرو میشیم، میدونیم که کجا رو خوب یاد نگرفتیم و میتونیم براش وقت بذاریم، بهتر مطالعه کنین، جاهایی که یاد نگرفته بودین رو بیشتر مرور کنین. و ببینید کلن آزمون یه چیز خیلی 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 مهمه تو روند موفقیت شما. شما رتبای برتر هم ببینید 99% حتما یه آزمون رو حداقل شرکت کردن، پس آزمون رو به هیچ عنوان غافل نشین ازش. دقیقاً. بچه‌ها یه چیزی هم که خیلی مهمه، این بحث مدیریت آزمونه. من تا صبحم بیام واسه شما توضیح بدم، تا خودتون نرید سر آزمون تجربه نکنید نمیفهمید چی به چیه. پس حتما آزمون رو شرکت کنیم. بریم ببینیم سوال بعدی من چیه. و اینکه قبل اینکه سوال بعدی رو بهتون بگم، یه لینک این بالا براتون میاد که راجع به تحلیل آزمون هستش، حتما اونو بخونید. خب سوال دوم این هستش که بچه‌ها پرسیدم وقتی که ناامید می‌شدی چی کار می‌تونستی بکنی که دوباره انگیزه داشته باشی بهتر درس بخونی؟ آه خیلی سوال جالبیه، ولی فکر کنم کسی که باید جواب درست حسابی بده من نباشم، چون اینجوریه که من اصلا خیلی ناامید نمی‌شدم، یعنی نمی‌شستم به سایه بعد کنکور فکر کنم وای چقدر دنیا بده، وای من بدبخت میشم، من هیچی نمیشم، خیلی به این چیزا فکر نمیکردم. ولی به نظر من راهی که واسش وجود داره اینه که ما یک چرخه داریم به اسم چرخه اراده و انگیزه. چه اتفاقی میفته تو این چرخه؟ از لحاظ علمی میگم، چون تجربه شخصی من گفتم، من خیلی کلا آدم شادی بودم، با بچه‌ها فوتبال میزدم، اصلا فکر نمیکردم آقا قرار این کنکوری روزی خراب شه، فقط میخوندم دیگه. چرخه ببخشید اراده و انگیزه اینجوریه که شما وقتی اراده میکنید واسه یک کار، این هورمونا رو که یاد گرفتید فیدبک مثبت میدن، اراده میکنید خودتون کار خوب انجام میدید و موتیویشنتون میره بالا. همین که انگیزه و موتیویشنتون میره بالا، اراده میکنید که دوباره اهداف میان مدتتون رو بالاتر پیش ببرید و همینجوری اینا فیدبک مثبت به هم میخورن و بعد یه مدت میبینید که چقدر روش داشتید توی انگیزه داشتن واسه کنکور. و اصلا این مباحث
سانتیمانتالی افسردگی تو رو این چیز میزه اصلا سراغتون نمیاد. تفریحاتتون هم زیاد کنید، اینو بگم، تو مدرسه قشنگ برید بکوبید سر کله هم، تخلیه کنید، میرید خونه درس بخونید. خب خیلی باش موافقم، سال کنکور حتما به یه سری تفریحات نیاز دارین که انرژی جذب کنید و اینا، ولی در کل اینم بهتون بگم که سال کنکور اونقدر باید درس بخونید اصلا وقت واسه دپ شدن و افسردگی اینو ندارین، کلا کلشو دارین درس میخونید. خب بریم سراغ سوال. آره دیگه بعد. همینه آقا، داره میگه که آقای امیرحسین اسفندیارزاده اگه اشتباه نکنم، داره میگه که میزان مطالعه هر درس آقا چجوریه؟ آیا با توجه به ضریبی که تو کنکور داره ما باید یه فرمولی واسش داشته باشیم یا اینکه یه راه دیگه ای داره خوندنش؟ خب اینم جزء سوالی هستش که خیلی تکرار شده بود. ببینید بچه ها، شما باید روند مطالعتون اینطوری باشه که خب درسی که ضریبش بیشتره رو براش زیاد وقت بذارین. خب ما میدونیم ضریب زیست توی کنکور 12، شیمی 9. طبیعتا شما وقتی که برای زیست و شیمی میذارین باید خیلی بیشتر از مثلا دینی باشه که ضریبش خیلی کمتره، یا مثلا یه درس اختصاصی رو شما خیلی باید بیشتر از یه درس عمومی براش وقت بذارید. در کل به این ضریبا بیشتر دقت کنید. ولی یه نکته هم بهتون بگم، اینکه ممکنه که شما یه درسی رو با اینکه ضریبش زیاده و زود یاد میگیره، مثلا من اینطوری بودم که ریاضی که یه درس اختصاصی کمتر از یه درسی مثل ادبیات براش وقت میذاشتم، به خاطر اینکه ریاضی رو خیلی زودتر یاد میگرفتم، ولی عمومی که شامل درس مثل ادبیات و اینا هستش اینا رو خیلی کند میگرفتم و خب مجبور بودم که برای درسای عمومی بیشتر وقت بذارم. ولی شما در کل به ضریب درس هم دقت کنید. آقا دقیقا همینه. اصلا ببین یه سری از این مشاور میان میگن که آقا با توجه به ضریب شما ساعت بذار واسه درس خوندن، ولی اینجوری نیست. هر کدوم رو فهم کنید باحالتری توش بیشتر بخون، کمتر بخونید، در کدوم فهم کنید احتیاج به کار داره، مثلا ریاضی و اینا که اکثر بچه تجربه مشکل دارن، بیشتر بخونیم. آقا بریم سوال بعدی رو بپرس ببینیم که سوال بعدی چیه. تا اینجا این دو تا سوال خیلی باحال بودن. سوال بعدی این هستش که دوباره یه چیزی راجع به انگیزه و ایناست، میگه که چجوری بخونم که ذهنم خسته نشه در سال کنکور. آقا چرا همه انگیزه ها میفته من همیشه انگیزه داشتم، اینجوری نمو بی انگیزه شم. ولی حالا اینجوریه که شما یک کار خیلی خفنی که میتونید انجام بدید میگه که ما چجوری بخونیم و خسته نشیم، خیلی رب به انگیزه نداره. من کاری که الان دارم واسه علوم پایه میخونم و انجام میدم اینه که بچه ها یک مثلثی هست، یک این که شما اصلا مولتی تاسکینگ نباید انجام بدی، گوشی جلو دستته، لپتاپ جلو دستته، اینا رو بذار کنار مگر اینکه بخوای مثلا روش چیزی نگاه کنی. تلگرام اینا رو قفل کن، توی اپ ها رو به توی ویدیو معرفی کردم، این بالا شاید بیاد، نگاه کن این اپ ها رو انتخاب کن، قفل کن درس رو، چیزا رو، اپ ها رو، نرو توی اینستاگرام و تلگرام بی خودی وقت بگذرون. و میخوای خسته نشی، بهترین کار چینج کردن درس هست. مثلا توی بازه 4 ساعته میخوای درس بخونی، البته من بهتون توصیه نمیکنم چون دیگه پزشکی درس سخته، من بازه 3 ساعت 4 ساعت برمیدارم، شما باید یک هر 55 دقیقه 10 دقیقه استراحت داشته باشید یا هر 1 ساعت و نیم یه رو استراحت داشته باشید و درس رو متنوع بخونی، یعنی یه روز فقط ریاضی نخونید، همینجوری متنوع بخونید، ذهنتون همینجوری خسته نمیشه و صفا میکنید دیگه. خیلی عالی. بریم سوال بعدی. آقای یا خانومه نمیدونم کوشک دیب، آره، پرسیدن که تعداد تست، میزان استراحت برای هر روز مطالعه چیه؟ گفته منم 12 تجربیم. خب اولین سوال این بود که میزان تست چقدر باید باشه. ببینید میزان تست یه چیزیه که شما نمیتونیم بگین هر روز با فلان تعداد تستو بزن، ما میگیم میانگین یه تعداد تستو داشته باشین که یه ویدیو راجبش ساخته بودیم، لینکش این بالا میاد. ولی در کل شما باید روند مطالعتون به این صورت باشه که خب یه روزایی دارین فقط درس میخونین، یعنی فقط دارین درسنامه میخونین، مطلب رو یاد میگیرین، اصلا شما وقت نشه حتی یه تست هم بزنید. ولی خب یه روزایی هم مطلب رو قبلا خوندین، مثلا امروز دارین فقط تست سنجشی میزنید، حتی میتونین تا مرز 300-400 تا هم تست بزنید. یعنی ما یه عدد میانگین رو براش تعریف میکنیم، نمیگیم که شما هر روز حتما باید 300 تا تست بزنید، میگیم میانگین یه تعداد تست معقولی بزنید. خب سال دوم چی بود؟ یادم رفت. گفته که میزان تست، بعد میزان استراحت هم که یه چیز تابلویه، ولی بگو. خب
خب میزان استراحت هم ما تو برنامه‌ای که می‌نویسیم بین هر 2 ساعت درس خوندن یا 1.5 ساعت درس خوندن نیم ساعت استراحت میذاریم، یعنی با اینکه تایم استراحت آره. که میذاریم خیلی زیاد هستش، ولی تا شب 1 ساعت مطالعه خیلی خوبی میتونن بچه‌ها داشته باشن، نتیجه خوبی هم میگیرن. پس از تایم استراحتتون نزنید. خب بریم سراغ سوال بعدی. دقیقا. خیلی جالب میشه جوابش. میگه که نهایی و امتحان مدرسه رو چجوری بخونیم؟ یعنی ببین در کل من ازت آره. توضیح بدی که توی دوران نهایی و کنکور چجوری مطالعه داشتی، که خیلی جالبه و همچنین ایدئال هم هست. آره میفهم میفهم حرفشو. این سوال جوابش خیلی جواب باحالیه. بچه بهتون گفتم یه سری مشاوره قلابی وجود دارن، اینا میان میگن نه آقا نخونید نهایی و به چه دردتون میخوره، شما 5 بگیری از نهایی اصلا مهم نیست، که البته 5 که نمیشه کنکور بدید این رد شید، ولی به هر حال مثلا پاس کنید فقط. آقا من قبول دارم مثل درسه مثل سلامت و بهداشت و اینا رو شما هر چقدر میخواید بگیرید، اینا تو کنکور نمیاد، ولی واسه درسایی که تو کنکور میاد مخصوصا اختصاصی، آقا ما تمام داستانی که داریم با هم اینه که شما علاوه بر این که دارید درس میخونید باید یه کوچولو تشریح هم بخونید، چون اکثر کنکور داره از کتاب درسی شما میاد. خب توی مثلا تایم امتحان نهایی ها خورداده و بهترین تایم واسه مرور کردن کتاب های درسی شما، چه ریاضی چه فیزیک چه زیست، که شما باید قطعا 10 بار کتاب بخونید، اون که هیچی. فقط فرق امتحان نهایی با تستی اینه که شما یه کوچولو باید متن کتاب بیشتر بهش تسلط داشته باشی، واسه این که بتونید نهایی هم خوب بزنید 2-3 تا نمونه سوال نهایی بزنید، قول میدم بهترین نمره رو میگیرید. اینم از سوالای Q&A کنکوری. دمتون گرم، دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. فکر کنم 2 پارت میشه این ویدیو و الان که میبینی پارت دومشه، دوباره چیز خیابانی طور، و حتما حتما لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اگه ویدیو رو ازش لذت بردید با دوستاتون شیر کنید و چنل دکتر مولین رو سابسکرایب کنید. میدونید که میتونید توی کنکور بهترین باشید. تا ویدیوی بعدی، سی یو، خدا حافظ.